لوک کافی، مدیر مرکز داگلاس برای سیاست خارجی آمریکا میگوید سازوکار اروپا برای تجارت با رژیم ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به نتیجه نمی‌رسد. سنضيق الخناق على ایران بشدة. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا متعهد شد که فشار بر روی رژیم ایران را افزایش دهد. او گفت هدف واشنگتن آوردن فشار بسیار زیادی بر روی این رژیم است که صادرات نفتیش را متوقف کند. او افزود هدف آمریکا از همان ابتدا کاهش صادرات نفتی ایران تا حد صفر بوده است. انتظار می رود با این فشار و هدف قرار دادن بخش های نفت و بانک تحریم های جدیدی به تحریم های قبلی اضافه شود. دولت آمریکا عقیده دارد این رژیم در عمل با عواقب جدی روبرو شده، چرا که دامنه تحریم ها گسترده است. جان بولتون گفت ارزش پول ایران به پایین ترین میزان رسیده است. تورم در این کشور بسیار افزایش داشته و رژیم ایران شاهد رکود است. در اشاره غیر مستقیم به شکست تلاش‌های اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، نماینده وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت شرکت‌های زیادی از ایران خارج شدند. از طرف دیگر سوئیفت هم خدمات رسانی به بانک مرکزی ایران را متوقف کرده است. لوک کافی، مدیر مرکز داگلاس برای سیاست خارجی آمریکا به اسکای نیوز گفت الجدید هو ان اداره ترامپ اتخذوا مقاربه جديده جدا فيما يتعلق بايران وبعيده عن اداره اوباما واعتقد ان الاشخاص تعودوا من مواضع دولت ترامپ با مواضع دولت اوباما بسیار متفاوت است. ایده در دولت اوباما عادت کرده بودند که با رژیم ایران همکاری کنند، ولی الان آنها از رویکردهای دونالد ترامپ غافلگیر شدند، چرا که او قاطع است و میگوید توافق اتمی با رژیم ایران را ترک میکند و این کار را کرد و میگوید تحریم‌های جدیدی را هم به تحریم‌های قبلی اضافه میکند که این کار را هم کرد. فکر میکنم صحبت‌های بولتون هم این است که دونالد ترامپ در برخورد با رژیم ایران جدی است و می‌خواهد به برنامه اتمی ایران پایان دهد. هیچ مانعی هم در رسیدن به این هدف وجود ندارد. در ارتباط با کشورهای اروپایی هم باید آنها تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند همکاریشان با آمریکا را کنار بگذارند و با رژیم ایران کار کنند یا نه. ولی از نظر اقتصادی و مالی پاسخ روشن است. صدها شرکت اروپایی ایران را ترک کردند و سازوکار اروپایی تجارت با ایران امکان موفقیت هم ندارد. و من وجهه النظر الاقتصاديه والماليه الاجابه واضحه للغايه. مئات الشركات الاوروبيه قد تركت ايران بالفعل والاليه